درود بر شما هموطنان عزیزم در جای جای این کره خاکی میزبان خانه های شما هستیم با یک بخش خبری جدید اسرائیل بالاخره موافقت آمریکا را برای سربه کردن نصر الله گرفت تهدید کاندیداهای رد صلاحیت شده از سیمای جمهوری اسلامی توسط مجری زن اما قبل از مشروع این اخبار حتما این ویدیو رو لایک کنید و با حمایت از کانال کیوسک در همرسانی بیشتر این اخبار یاری رسان باشید کشوری که چهار سال پیش من بلند شدم عین یک انسان آرام معتدل خونسرد گفتم ما خب مشمش شکایتی دارم میشه محبت کنی بیاید دادگاه به قیمت جانم ثابت میکنم نه دین داری تو نه انسانیت داری هیچی نداری شاید خواب افتادی بیدارت کنم دوستت دارم بیدار شی مثل انسان گفتم در کشوری که نتونی از رهبرت شکایت کنی رفتم شکایت کردم پن چار ماه پن ماه قبلا رفتم زندان بعد من با سند آزاد شدم خامنه ای م... من شاکی هم خامنه ای متشاکی متهمه متهم به جنایت متهم به قتل متهم به دزدی متهم به همه چی ج... بعد دوباره باز منو میبری زندان خب یک کشوری که نتونی از رهبرت شکایت کنی باید اون رید تو قانونش تو مسجدش رید تو اون سیستمش رید چه قانونه گو میخورین تو صدا ما میشینی کارشناسی میکنید ولد چه موشا مجلس گو میخوری قانون گذاری میکنی بزن تو کره شمالی بزن کانال کره در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم اسرائیل بالاخره موافقت آمریکا را برای سر کردن نصرالله گرفت. خبرهای پراکنده که از ساعت ابتدای امروز به دست ما رسیده نشان می دهد که اسرائیل با چراغ سبز بایدن تصمیم به حذف نصرالله و تعدادی از رهبران اصلی مقاومت گرفته است. در لیست بلند بالایی که نخست وزیری اسرائیل برای سران ایالات متحده فرستاده اسم چند فرمانده شناخته شده سپاه نیز به چشم می خورد. احتمالا در روزهای خبرهای مهم و شوکه کننده ای از ترور این رهبران به دنیا مخابره خواهد شد گزارش های نیز از اسرائیل میرسد مبنی بر اینکه ارتش در حال انجام حمل و نقل گسترده تدارکات به سمت مرز اسرائیل و لبنان است سایت آینیوز نیوز اسرائیل اعلام کرد در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک اسرائیل به جنوب لبنان حمله خواهد کرد و حزب الله را فراتر از رودخانه لیتانی وادار خواهد کرد چند هفته پس از آغاز جنگ رهبر جمهوری اسلامی دیداری با رهبران گروههای شبه نظامی عضو محور مقاومت داشت به نوشته وال استریت جورنال به نقل از دو مقام بلندپایه حماس و حزب رهبر جمهوری اسلامی پشت درهای بسته به نمایندگان ارشد حماس و رهبران سایر گروههای شبه نظامی لبنانی عراقی یمنی و فلسطینی گفت که تهران قصد ورود مستقیم به درگیری و گسترش جنگ را ندارد او به نمایندگان گفت نبردهای جانبی توجه جهان از حمله اسرائیل به غزه را منحرف می کند. پیام این بود حماس تنهاست. سه نویسنده در این مقاله مشترک در وال استریت جورنال می نویسند اکنون محور مقاومت با لحظه حقیقتی سرنوشت ساز مواجه است. در حالی که متحدان جمهوری اسلامی آتش افروزی در منطقه را افزایش دادند از حمله به کشتیها در دریای سرخ گرفته تا حمله اخیر به نیروهای آمریکایی که سه کشته به جای گذاشت تهران به مرز درگیری مستقیم با واشنگتن نزدیکتر می شود محدوده ای که همواره سعی داشته است از آن بپرهیزد هرچند اطلاف محور مقاومت از حمایت نظامی و مالی جمهوری اسلامی برخوردار است همه اعضا به ایدئولوژی شیعی جمهوری اسلامی پایبند نیستند و تمام گروهها اهداف داخلی دارند که گاهی با اهداف تهران در تعارض است حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل که حمله اسرائیل به غزه را در پیداش تهران را سر دوراهی زرگی قرار داد از متحد فلسطینیاش دفاع کند و خطر جنگی منطقه‌ای که ممکن است ایران را درگیر کند به جان بخرد یا کناری بایستد و شاهد نابودی یک شریک مهم این اطلاف باشد تحلیلگران میگویند حمله حماس در تضاد با شیوه چهاردهه گذشته جمهوری اسلامی بوده که سطح درگیری با دشمنان را پایین نگه داشته بود تا از واکنش تلافی جویانه که به سرنگونی رژیم منجر شود اجتناب کند این حمله به منافع جمهوری اسلامی نیز ضربه بزد. آتش چند ماه میان آمریکا و گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه از بین رفت. مبلغ 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران که قرار بود آزاد شود، دوباره بلوکه شد و به نظر می رسد امید تهران به لغو تحریم ها به شدت کم تر شده است. یک مقام امنیتی غربی با اشاره به این موضوع گفت آنها توی بازی خودشان گرفتار شدند. در هر صورت به گفته منابع آگاه خامنه ای در دیدار با رهبران گروه های عضو محور مقاومت تصریح کرده بود که از نارضایتی حماس از سخنان حسن نصرالله مبنی بر نامناسب بودن زمان برای درگیری گسترده تر آگاه است و از راهبرد اجتناب از جنگ تمامیار حمایت کرده و گفته بود نمیخواهد توجه ها از جنگ فلسطینیان منحرف شود که به رغم تلفات در غزه به نفع حماس است امیل حکیم کارشناس امور خواب میانه در مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی میگوید جمهوری اسلامی محور مقاومت را ایجاد کرده است تا از بقای خودش اطمینان حاصل کند نه هماس در حالی که این گروه فلسطینی متحدی مهم محسوب می شود جمهوری اسلامی قصد ندارد شریکی قدرتمندتر از حزب الله را به خطر بیندازد تا هماس را نجات دهد او در ادامه می آنها قصد ندارند حزب الله را وارد جنگی کنند که از نظر جمهوری اسلامی موجودیتش را تهدید نمی کند. تهدید کاندیداهای رد صلاحیت شده از سیمای جمهوری اسلامی توسط مجری زن که سادی سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به حدی رسیده که رژیم را مجبور کرده برای جلب مشارکت مردم به هر روشی دست بزند تا آبروریزی انتخابات ریاست جمهوری قبلی تکرار نشود از رأی دادن با کارت دانشجویی و کارت عضویت در کتابخانه تا دادن شاخ گل به مردمی که حتی نگاهشان را هم از مزدوران و قاتلان فرزندان ایران برمیگردانند ویدیویی از روز گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد مسافران به هنگام خروج از هواپیما با گل از آنها استقبال می شود و از دریافت گلها خودداری می کنند. ویدیو با این توضیح منتشر شده که این گلها به مناسبت سالگرد انقلاب 57 که دهه فجر خوانده می شود در فرودگاه چابهار هدیه می شود است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره خبرگان یک ماه دیگر در روز جمعه یازدهم اسفند ماه 1402 برگزار می شود. نامزدهای این انتخابات برای دستیابی به 290 کرسی قوه مقننه و 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر به اصطلاح رقابت می کنند. در حالی که رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی از رقابت کاندیداها سخن می رانند، طبق روال معمول در جمهوری اسلامی ماشین رد صلاحیت ها به جریان افتاده است رسانه های میانه رو میگویند در هفت دستان کشور هیچ رقابتی وجود ندارد برای نمونه برای 88 کرسی مجلس خبرگان تنها 138 نامزد تایید صلاحیت شدند و این تعداد نیز با فوت یکی از کاندیداها و انصراف یک کاندیدای دیگر به 136 نفر رسیده است به گزارش همیهن در هفت دستان کشور تعداد کرسی‌های انتخابی مجلس خبرگان و تعداد نامزدها یا برابر است یا تعداد نامزدها کمتر از تعداد نمایندگان انتخابی است بنابراین می توان گفت که تا کنون و بنابر آمار اعلامی در 13 کرسی هیچ رقابتی شکل نمیگیرد به عنوان نمونه در حالی که در شیراز پنج کرسی برای رقابت وجود دارد فقط چهار نفر تایید صلاحیت شدند و این امر به معنای آن است که در صورت برگزاری انتخابات در این شهر یک کرسی خالی باقی میماند. در استان زنجان جایی که ظاهرا یک کرسی برای رقابت وجود دارد اما هیچ کسی تایید صلاحیت نشده است همزمان سیمای جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه به تهدید رد صلاحیت شدگان پرداخت و اعلام کرد که شما فقط حق شرکت در انتخابات را دارید حق انتقاد ندارید نکته دیگه که خیلی مهم هست افرادی که احراز صلاحیت نشدن توی این روزها چنانچه توی فضای مجازی نسبت به اخبار کذبی اقدام کنند سیاه نمایی کنن این هم در واقع عنوان مجرمانه داره و به لحاظ حقوقی برای این فرد هم قابلیت پیگیری قضایی وجود داره و براش پرونده قضایی تشکیل میشه و اون حالا به هر شکل روند و روالی که وجود داره در قوه قضایی برای اونها هم وجود داره پس انشاءالله مردم هم هوشیار باشن نسبت به این موضوع که اینها تخلفات انتخاباتی محسوس حالا بعد بر... لطفا یه روزی هم بررسی بکنیم که حالا این پرونده های قضایی که تشکیل میشه به کجا می انجامه یعنی فقط صرفه تشکیل پرونده و یه تذکر یا نه قراره که یعنی ضمانت اجرایی قوی تری داره اگه تو میدونید اجرای... ولی اتفاقی و یک فرقی باشه بین کسانی که دارن قوانین رو به بهترین نحو و 100 درصد رعایت میکنن و کسانی که این کارو نمیکنن آره. دقیقا آره. دقیقاً همینه البته که اگر ضمانت اجرایی داشته باشه بود... خبرگزاری خبر آنلاین چند روز پیش یه گزارش مرب بود به نتایج نظرسنجی انتخاباتی را از خروجی خود حذف کرد. گفته شد که این نظرسنجی از سوی یک مرکز معتبر دولتی انجام شده بود. خبر آنلاین یک روز پس از انتشار نتایج نظرسنجی انتخاباتی اعلام کرد در تماسی تلفنی از خبر آنلاین خواسته شد تا این خبر را از خروجی خود حذف کند. با این حال نتایج این نظرسنجی در رسانه‌ها بازتاب گسترده یافت. بر اساس این نتایج میزان مشارکت در انتخابات اسفند در کل کشور 30 درصد است. همچنین در استان تهران میزان مشارکت در حدود 22 درصد و در شهر تهران 15 درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که در ماه قبل میزان مشارکت در کل کشور 36 درصد پیش بینی شده بود. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسانه تیم تحریریه کیوسک. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.